هر انتخابات مهم و دشمن منتظر انتخابات ما، ولی این بار حقیقتاً دشمن منتظر انتخابات ما و حضور پرشور مردم، حضور گسترده مردم موجب عزت و اقتدار ایران خواهد شد. همه پذیرفتن که ما باید بزنیم زیر این میز، ما باید بساط این سهمیه بندی، شخص سالاری، نگاه بالا به پایین رو باید این بساط رو به هم بزنیم. این ائتلاف بر اساس شاخص محوری و نه شخص محوری از ماها قبل شکل گرفت. گروه های مختلفی گرده هم اومدن، از چهره ها و گروه های و تشکل های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شاخص هایی رو برای خودشون تعریف کردن، بیانیه مشترکی رو امضا کردن که در اون اهداف آینده این ائتلاف مشخص شده بود. گام اول ما برای ائتلاف حضور در عرصه انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی بود که الحمدلله بعد از بررسی های مختلف و متعدد و مصاحبه با بیش از 1000 کاندیدا نهایتاً این ائتلاف به 30 نامزد برای حوزه انتخابی تهران، ری، شمیرانات، استانشهر و پردیس رسید. ما در این ائتلاف با خودمون عهد کردیم که بر اساس ارزش‌ها و تخصص‌های افراد عمل بکنیم. ما سهمیه بندی رو کنار گذاشتیم. سهمیه بندی‌های باندی که متأسفانه موجب شده شأن و جایگاه مجلس ما عدول بکنه و پایین بیاد، این رو کنار گذاشتیم. نگاه به اشخاص رو کنار گذاشتیم. اینکه یک فردی، یک شخصی به عنوان سرلیست در رأس قرار بگیره و پایین تر از اون سرلیست افرادی بیان که حضورشون در این لیست، در اون لیست صرفا بر اساس روابط شخصی با فرد بالای لیست هست، این رو ما کنار گذاشتیم. ما در ائتلافمون اعلام کردیم، در ائتلاف امنا اعلام کردیم که سرلیست ما مردم هست. سرلیست ما مردم هستند، مردم هستند که به ما اعتبار میدن، مردم هستند که به ما شأن میدن و ما انشاءالله اگر بتوانیم در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا بکنیم، وکیل و نماینده این مردم و پیگیر مطالبات اونها هستیم. برای اولین بار بعد از ادوار مختلفی که گروه های پدرخوانده بر اساس روابط شخصی و فردی کاندیدا معرفی می کردن، لیست می بستن، ائتلاف امنا بر اساس شاخص ها، بر اساس شخصیت و ارزش هر فرد، بر اساس نزدیکی اون فرد به ارزش های انقلابی، بصیرت و آگاهی سیاسی اون فرد و اون نامزد و حضورش در بزنگاه های انقلاب، ما نمره دادیم و ارزش گذاری کردیم و افراد رو دعوت کردیم به این لیست. متاسفانه ملاحظه کردیم که یکی از بزرگان مورد احترام که ما هم برایشون احترام قائلیم اومدن و اعلام کردند که ما چنار هستیم و دیگران پاجوشن. من تعجب میکنم از این شخصیت محترم که ما هم برای ایشون احترام قائل هستیم. این بی حرمتی به مردم، بی حرمتی به نیروهای انقلاب. ما پاجوش نیستیم، ما فقط نخواستیم مثل گذشته پاسوز ناکارآمدی شما بشیم.